تصمیم گرفتین که ققدوس رو به وجود بیارین شاهزاده؟ این مسئله برمیگرده به سالهای پیش و من برای این باور بودم که خب یکی از نکاتی که برای جامعه مطرح هست نیستش که حالا علارغم هر شکل و ترکیبی که به حال از نظر سیاسی در نظام آینده واسه در نظر گرفت، چه در واقع دورنمایی، چه رودمپی به اصطلاح برای آینده مملکت میشه تصور کرد که ایران مثلا در 50 سال آیندهش مواجه با چه نوع مسائل و مشکلاتی خواهد بود. و مدت ها بود که فکر میکردم که پارالل و موازی به تمام فعالیت‌های سیاسی اپوزیسیون مخالف نظام جمهوری اسلامی یه چیزی وسط کمه. منتها کسانی که میتونن به این کار بپردازن باستی جدا از مسائل سیاسی از دید کاملا حرفه‌ای و تخصصی و بتونن در واقع همین مسئله که برای فرد عادی در جامعه که مثلا فرض کنید که خب چه چشم اندازی هست که من بفهمم وضع اقتصادی چجوری بهتر میشه، که از نظر شغل و درآمد وضع من چی میشه، یا راجع به محیط زیست چه فکری شده، یا مثلا فرض کنید راجع به بهداشت یا سیاست انرژی یا مسئله مربوط به بازنشسته ها یا مسائل و فرض بفرمایید انرژی و غیر و سالک، به هر حال در تمام زمینه هایی که به هر حال کشور ما باش مواجه خواهد بود چه نوع تحقیقات و بررسی هایی شده که بتونن یه سری پیشنهادات و راهکارهای عملی پیشنهاد بدن. با این تفاوت که البته اینا همش پیشنهاده، تصمیم به اجرا گذاشتن این پروژه مسلماً با دولت‌های آینده خواهد بود که مسئولین کشور بتونن این نوع پیشنهاداتی که متخصصین و دانشمندان در ارتباط با رفع مشکلات یا لاقل تلاش در حل مشکلاتی که مملکت باش مواجه هست و بهبودی اوضاع بتونن به قول معروف به اجرا بگذارن. این هستش که به هر حال در نتیجه سالها تلاش تعدادی از دوستان به اصطلاح دانشمند و کارشناسمون جمع شدن به دور هم و آغاز تشکیل این هسته اولیه ققنوس رو دادن که در حال حاضر تا اونجا که اطلاع دارم حدود 14 زیر مجموعه داره که هر کدوم بخشای تخصصی خودشون رو دارن، که البته در طول کنفرانس تمام این جریانات مطرح نشد. این اولین کنفرانس سازمان ققنوس هست که همینطور که شاید اطلاع دارید حدود 3 ماه پیش به شکل رسمی موجودیتش در واشنگتن اعلام شد در یک کنفرانس مطبوعاتی و اکنون این اولین برگزاری اولین کنفرانس به اصطلاح علمی این گروه هست. دارم می‌بینم که وجود زنها در این کنفرانس هم در بخش اجرایی هم در بخش در واقع سخنرانان خیلی ضعیفه. آیا ساختار ققنوس چگونه؟ بهتر از خود متصدیان بپرسید، چون اتفاقا تو کاتر و زیر مجموعه ها تعداد زیادی از زنان شرکت دارن. بخش که اینجا می‌بینید تعدادی بودن که بیشتر در بخش مدیریت اول گروه بودن که شروع کردن. خانم بزرگی نمونه شد از طرف نمایندگی به زنان، ولی حتما توضیحات بیشتری در این مورد به شما خواهند داد. بلکه ما در اینجا به هیچ عنوان هیچ رو تعصبی راجع به جنسیت یا تفکر حتی فکر سیاسی افراد نداریم، منتها همه قبول کردیم که قرار اصلی و چیزی که من به خصوص روش تاکید کردم که فضای ققنوس یک فضای کاملا آکادمیک و علمی و در واقع غیر ایدئولوژیک و غیر سیاسی است. ما اصلا وارد بحث سیاسی نمیشیم همطور که دیدید مشاهده کردید. و از این لحاظ بنابراین تمام دوستان و علاقه‌مندانی که به عنوان متخصص شرکت میکنن، چه زن چه مرد، در تمام رشته ها میتونن بیان و به قول معروف عضویت پیدا کنن در این سازمان. البته یه پروتکل خاص خودش رو داره که حالا دوستان توضیح بیشتر میدن و بتونن در زمینه‌هایی که درش تخصص دارن یا پیشنهاداتی دارن بتونن در اونجا فعال باشن و نظرات خودشون رو منتقل بکنن. سوال آخر این هستش که ساختار ققنوس چگونه است و چه کسانی میتونن در این پروژه شرکت کنن؟ بله، خب اینم همینطور که گفتم امیدوارم که دوستان مسئول در طی این کنفرانس و حتما ازشون این سوال رو بکنید توضیحات بیشتری بدن که به چه فرمی اداره میشه فعلا این سازمان و به چه شکلی میتونه گسترش بیشتری پیدا بکنه و نحوه تقسیم مسئولیت ها به چه فرمی هست. این رو فکر کنم اصلا بهتر خود دکتر کنگرلو که ریاست این تشکیلات رو دارن میتونن توضیح بدن و همراه تعدادی از دوستانشون که جزء به صلاح برد اجرایی این گروه هستن و میتونن تمام این جزئیات کار رو بهتون کاملا مشخص اطلاع بدن. در خدمت خانم شیما بزرگی هستیم، مهمان شهر تورنتو هستند، از برگزار کنندگان پروژه ققنوس در تورنتو. خانم بزرگی خیلی خوش آمدیم به تورنتو. یه مقدار در مورد برنامه امروز برامون توضیح بدید.
برنامه امروز همونطور که ملاحظه کردین، اولا از جمعه که دیروز ما شروع کردیم بازگشایی بود، به طور زنده پخش مستقیم داشتیم از فیسبوک. در بازگشایی جناب آقای دکتر نوح فرهادی نتیجه نظرسنجی‌هایی که مردم واقعا با مشارکتشون همکاری کردن با ما در مورد سیل و نافرمانی مدنی اون دوتا رو ارائه دادن و دکتر کنگلو راجع به علم، نقش علم و دانش در زندگی مردم و در سیاست گذاری صحبت کردن. و امروز در حقیقت مقالات و پژوهش‌های اصلی بود که دوستان از سراسر دنیا، دو تا از اونها هم از ایران هستش که به ما فرستادن و ما اینجا ارائه میدیم. امروز که دیدیم بخش‌های مختلفی رو ما سعی کردیم که تنوع داشته باشه و مورد پوشش قرار بدیم در اون 14 گروه ققنوسی که هستیم، و فکر میکنم که تا الان بازبینی که داشتیم از مردم و نظراتشون تقریبا خوب بوده، انتقادهایی هم بوده که ما حتما نگاه میکنیم و بررسی میکنیم. موضوعات که بود در مورد نقش علم در سیاست بود و یک تحقیقی از این رو داشتیم راجع به فیزیک اتمی و فیزیک هسته‌ای، یک بخش کوچکی رو بررسی قرار داده بودن، و موضوعات مختلف از جمله دوباره اقتصاد بود و کاهش ارزش ارز و بدهی ملی ایران بود و موضوعات مختلف. فردا هم ما نصف امروز کل روز هستیم، هنوز ادامه داره. یکی از فرد دیگه به نام خانم معصومه محمدی نیا هستن که از ژاپن خواهند بود و در مورد مدیریت بحران صحبت خواهند کرد نیم ساعت دیگه و تموم میکنیم با اون. و فردا هم نصف روز هستیم که آموزش و پرورش هست، دوباره بهداشت و پزشکی یک بخش هست و محیط زیست که نصف روز این ستا رو بررسی میکنیم. با توجه به اینکه خب متخصصان بسیاری داخل ایران هستن، شاید بخوان با شما همکاری داشته باشن، به چه طریق میتونن که این همکاری رو با شما داشته باشن و یه مقدار در مورد این قضیه برمون توضیح بدید؟ اتفاقا همین الان دکتر کنگلو راجبش صحبت کوتاهی کردن چون و شاهزاده بهشون اشاره کردن. ما همون مثل همین که الان این کنفرانس رو برگزار کردیم، ما از مردم فراخوان دادیم و گفتیم از هر نقطه دنیا مردم دوست دارن، اینکه هیچ چیز اجباری نیست، اگر که دوست دارن همکاری بکنن به حالت پژوهشی. اول افراد واسه ما چند در بخشی که انتخاب کرده بودیم برای کنفرانس اعلام کردیم و افراد برای ما چکیده مقاله فرستادن، در حدود 250 کلمه بود. ما این چکیده ها رو خوندیم، بهترین هاشون انتخاب کردیم و برای این کنفرانس ارائه دادیم. از این به بعد هم تغییراتی خواهیم داشت، ولی اساس کار ما به این گونه است. ما می‌خوایم که پژوهش علمی باشه. یه نکته‌ای که می‌خوام تاکید بکنم اینه که مردم پیام‌های زیادی به حالت ایمیل میدن، مثلا نظر میدن در مورد اینکه فکر می‌کنن شهرسازی ایران چطور باشه یا آموزش پرورش چطور باشه. سعی کنید اینا رو به عنوان تحقیق و پژوهش به ما ارائه بدین که هم خودتون یک چیزی هستش که ارائه دادین در آینده میشه ازش استفاده کرد، و هم ما بتونیم به حالت اونها رو فایل‌های PDF یا مقاله بتونیم در وبسایتمون بذاریم و یه چیزی باشه که مجموعه گردآوری شده باشه. وگرنه خب نظرات زیادی با ما میاد و لطف میکنن، ولی ما میخوایم واقعا اینا به حالت مقاله و پژوهش در بیاد. خیلی ممنون که وقتتون رو بدید. مرسی، متشکرم. در خدمت دکتر اشرف‌زاده هستیم، یکی از برگزار کنندگان اصلی پروژه ققنوس که اولین نشستش رو در تورنتو برگزار کرده. جناب اشرف‌زاده خیلی خوش آمدین به تورنتو، ممنون که وقتتون رو به ما دادین. یک مقدار در مورد این نشست برامون توضیح بدین و از اهدافی که مد نظرتون هست. بله، عرض کنم خدمتتون که من یکی از افرادی بودم که در این کار شرکت داشتم و برگزار کننده اصلی نبودم، فقط همکاری کردیم. این چون همه این کار تیمی هست و دوستان واقعا به خصوص در تورنتو زحمات بسیار زیادی برای برگزاری این برنامه، به خصوص آقای دکتر رات و دوستانشون در مورد برگزاری این برنامه. از اهداف این ققنوس همیشه تو وبسایت ما مشخص است که ما چه اهدافی داریم. اولا اینکه ما غیر سیاسی هستیم و هدفمون جمع‌آوری دانشمندان و پژوهشگران ایرانی برای آینده سازی، برای آینده آزاد ایران هستش، که اگر ما تونستیم در یک زمانی مملکت
به یه درجه رسید که بتونه آزاد باشه و بتونه با تمام کشورهای آزاد دنیا ارتباط، چون ما تا ارتباط واقعی نداشته باشیم پیشرفت نمیتونیم داشته باشیم. اینه که هدف اصلی ققنوس گردآوری پژوهشگران از نقاط مختلف دنیا، به خصوص دوستانی که در ایران هستن و واقعا به ما لطف دارن و مرتب ما رو مورد تشویق قرار میدن و ضمناً شرکت هم میکنن در کارهای علمی. با توجه به اینکه این اولین نشست بوده، فکر میکنین چقدر به اهدافتون نزدیک شدیم؟ بله، ما 14 گروه تا امروز در ققنوس داریم. 6 گروه از این 14 گروه در این برنامه اولیه بودن و من با فیدبک، با کامنت هایی که از ایرانیا و به تو خارج، در خارج از ایران روی وبسایت ما و روی اینستاگرام و تمام سوشال میدیا و یوتیوب شبکه‌های اجتماعی، بله ببخشید، بله در شما بسیار اغلب مثبت بوده. مسلما ما به حساب جوابای و کامنت های منفی هم ممکنه داشته باشیم و هیچ اشکالی هم نداره، نظرات دوستان همه محترمه، و ولی ما هدفمون واقعا آینده نگریه و هدفمون هستش که برای آینده ایران برنامه ریزی بکنیم و تا اونجایی که میتونیم به این کار ادامه خواهیم داد و به خاطر علاقه و به قول معروف اون ارزشی که برای ایران و مردمش قائل است. در خدمت دکتر فرخ زندی هستیم، یکی از سخنرانان پروژه ققنوس که اولین نشستش در تورنتو برگزار شد. دکتر زندی خیلی خوش آمدید، ممنون که وقتتون رو به ما دادین. یک مقدار در مورد برنامه‌ای که امروز اینجا برگزار شد و سخنرانی که شما داشتین برامون توضیح بدید. بسیار خوب، خیلی ممنون ازتون. دیروز در سخنرانی خودم من یک مجموعه کلی از مشکلات و چالش‌هایی که اقتصاد ایران باش روبرو هست از نظر ساختاری ارائه دادم و نکته بسیار خاصی رو روش تمرکز نکردم. در واقع اون چیزی که من بیان کردم این بود که دخالت‌های دولت در تمام بازارها، بازار کالاها، بازار عوامل تولید، بازار در حقیقت مالی و پولی، دخالت و نوع سیستم گذاری در بازار ارز، کنترل روی تجارت خارجی و ورود سرمایه، اینها سبب شدن که در عرض این 40 دهه ما به جای برسیم که امروز رسیدیم، که در واقع هر قسمتش مشکل زا هست برای خودش و تغییر سیاست جهت بهبود دادن به اون قسمت‌ها نمیتونه مشکل کامل حل بکنه، چون اینا همه با هم دست به دست هم دیگه حالت زنجیره‌ای دارن و ما یکی از بزرگترین مشکلات که در اقتصادمون داریم که من دیروز راجعش صحبت کردم مسئله کنترل تجارت هست که ایران نه تنها عضو سازمان تجارت جهانی نیست، با هیچ کشور دیگه در دنیا در حقیقت توافقنامه کلی تجاری آزاد مثلا به عنوان فری ترید ایریا یا ریجنال تریدینگ ایریا که منطقه‌ای باشه نداره. یه معاهده تجاری خیلی مختصر و محدود کننده با تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و اینها داره که اصلا جانشین اون برنامه نمیشه. از نظر تعرفه‌های تجاری ما بدترین رتبه دنیا رو داریم. از نظر پروسیجرال در حقیقت موانعی که اداری هست و نشون داده که حدود 25 روز طول میکشه تا بخواد یک کالای از ایران صادر بشه، طبیعتا اینا سبب میشه که ما ارتباطمون با دنیا خیلی کم باشه و از نظر ورود سرمایه ما بسیار محدود هستیم، یه مقدار زیاد به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط دنیا ریسک ایران رو قبول نخواهد کرد چون ریسک ایران بسیار بسیار بالاست و
ولی خب شرکت‌های بزرگ میتونن این کارو بکنن، مثلا نفت و گاز به خصوص چون اونها در قولای برای خودشون هستن و با یه سطح دیگه دولتی دارن رفتار ارتباط برقرار میکنن که امکان سرمایه‌گذاری بهشون میده. ولی مهازا اون چیزی که مشاهده میکنیم به طور متوسط در 40 سال گذشته هیچ وقت بیشتر از 4 میلیارد دلار سرمایه وارد ایران نشده. دکتر، با توجه به اینکه ساختار پیچیده اقتصاد ایران رو شما بهتر میدونید و چند روز پیش اخباری اومد و پرزیدنت ترامپ گفتن که ایران این ظرفیت رو داره که به وضعیت بهتری برسه، با توجه به اقتصاد موجود ایران آیا شما این ظرفیت ها رو میبینین؟ آیا این وضعیت موجود توان بهتر شدن و توان بهسازی خودش رو داره؟ ببینید، یک وعده من بر اساس مشاهدات و ارقام و تحقیقاتی که آدم شده و مشاهده میکنه، اقتصاد ایران قبل از برقراری تحریم ها اقتصاد بسیار درخشانی نبود به هیچ وجه، مشکلات بسیار عظیمی داشت و این مشکلات هم که عرض کردم مشکلات ساختاری بود، چند نقطه نظر سیاست پولی، چند نقطه نظر سیاست مالی، چند نقطه نظر تجارت خارجی، کنترل دخالت در بازارها و دخالت در بازارها و تحریما کاری که کرد در حقیقت ما این فشار رو افزایش داد. در نتیجه با برداشتن تحریم ها و توافقی که صورت بگیره بره امریکا به احتمالی با جمهوری اسلامی، آنچنان تفاوت حاصل نخواهد شد، چون مشکلات داخلی هستن، مشکلات ساخته اون ساختارهایی که هستن که در این 40 سال گذشته برقرار شدن. در نتیجه ما فقط میتونیم بگیم خب مثلا یه نفس بیشتری میکشیم، چون در حال حاضر صادرات نفت نزدیک 500 میلیون بشکه است. ما میتونیم حتی اکثری که در بهترین شرایطی که بعد از برجام برقرار شد به 2.5 میلیون بشکه در سال برسیم و این خیلی فاصله زیادی داره با میزانی که در سالهای بعد از انقلاب نزدیک 6 میلیون تولید داشتیم، 5 خورده یا صادر میکردیم. این دلیلی که ما بیشتر از 2.5 نمیتونیم صادر بکنیم در بهترین شرایط و بعد از حتی اگر به اون توافق بین امریکا و جمهوری اسلامی که احتمال کمی داره برسیم، این هست که این چاه‌ها دیگه قابلیت تولید نفت ندارن، چون شما باید تعمیر نگهداری کنید با سرمایه‌گذاری عظیم درشون هر سال انجام بدید که اینا انجام نشده. اینا توزیع نفتی که ازش نفت میاد بیرون خیلیشون پیرن و این شما باید این پیرسالی رو جبران کنید با تعمیر نگهداری. از نقطه نظر سیاست‌های مالی و پولی شما باید این ساختار کلی عوض بکنید، چون وقتی که مثلا فرض کنید بودجه دولت سیکل وابستگیش به طور مستقیم با قیمت نفت هست، خب شما همیشه این مشکل رو خواهید داشت که اگه قیمت نفت بالا بره چطور خواهد شد، قیمت نفت پایین بره چطور خواهد شد. یه زمانی خیلی محدودی داریم در زمان مثلا فرض کن سال 2010 قبل از 2010 که قیمت نفت به 130 دلار به بشکه رسیده بود، خب ثروت ایران یه مرتبه بالا رفت، ولی خب در کنارش می‌بینیم که بانک مرکزی به خاطر اینکه از خودش قدرتی نداره و تابع و فرمانبرداری می‌کنه از بودجه دولتی و سیاست مالی، در حقیقت تورم به آسمون رفت. در نتیجه هیچ چیزی رو درست برنامه‌ریزی نمیشه به خاطر اون مدل غلط هست از پایه. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. ممنون از شما. بله شما، تشکر.